خوش آمدید میگم. آقای خالدی، نخستین پرسش این است که واقعا روشن نیست دیدگاه اصلی امارت اسلامی را مذاکرات دوحه روایت میکنه یا آنچه که امیر امارت اسلامی در مورد تعامل جهانی در کابل بیان کرد؟ سلام محترم، سلام به مهمان های شما و سلام به شنوندگان شما، بیننده های شما. موضوع مذاکرات متقی در دوحه با تام وست نماینده امریکا و هیئت همراه های از او موضوعاتی بود که امارت اسلامی به او اشد ضرورت داره. یکی موضوع شناخت بین‌المللی دولت طالب است یا اداره طالب است، موضوع آزاد شدن پول های ذخایر اسعاری در وانسان بانک است در بانک های امریکایی. به می خاطر یک هیئت عالی اقتصادی را هم با خود برده بود متکی، و همچنان موضوعات دیگه که طالبا اطمینان دادن است به جهان غرب که طالبا در قسمت تعهدات خود برای جلوگیری از فعالیت های توریست های بین‌المللی در افغانستان برای جلوگیری از اوها جدی است و این اقدام میکنند. این موضوع بود. ولی موضوع مذاکره یا جلسه بزرگ علمای دین را که طالبا در کابل فراهم کرده بودن و ایجاد کرده بودن، این موضوع کاملا جداگانه و داخلی طالب است. یا حتی این جلسه گردهمایی بزرگ علمای دینی حتی با مردم افغانستان ارتباطی نداشت. ما هیچ چیزی از این در سخنهایی که گفته شد در برابر مردم افغانستان نشنیدیم که با مشکلات امروزی مردم افغانستان، با مسائلی که نگرانی هایی که برای مردم اهمیت داره اشاره شده باشه، بحث شده باشه و در او نتیجه گرفته شده باشه. او شامل سهمگیری مردم از اداره دولت در سطوح مختلف، از سطوح محلی گرفته تا سطح ملی، او سهمگیری خانماز در جامعه که طالبا به شدت زنا و دخترها را از جامعه تجرید کردن، اعاده حقوق زنا و دختراست در جامعه که این طالبا محدود کردن زیر تحت نام شریعت، این مردم میخواه. و دیگه ای که مخصوصا که حق کار و حق تعلیم برای دخترها و زنا مردم میخواه، و رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، زمین های استخدام، کاریابی، چون جامعه در حالت بسیار بد اقتصادی قرار داره و این ضرورت به اقدامات بسیار عاجل دولت داره که این فقر و شرایط اقتصادی بهبود پیدا کنه، مردم کار اشتغال پیدا کنن، عاید پیدا کنن. این مسائل برای مردم مطرح است. و همچنان سهمگیری در مجموع مردم در حیات سیاسی کشور است. طالبان به این مسائل هیچ اهمیت نمیدن. پس آقای خالدی، اجازه بتونید که این گونه مطرح کنم، مردم را در نشست کابل دور زدن و اونجا در مذاکره دوحه انتظار دارن که جهان را بر مسئله افغانستان و بر حداقل امتیازگیری از بیرونی ها بتونن قناعت بتن، درست؟ قسمی که ما میبینیم طالبان مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی سه دیدگاه مختلف را ما در مقابل خود داریم. طالبان رفتارشان، گفتارشان، عملشان هیچ ارتباطی با مردم افغانستان نداره، با نیازهای مردم افغانستان نداره، ولی در و هیچ وقتی هم به مطالبات جامعه بین‌المللی نمیگذارن، کار خود انجام میتن و در این زمان توقع دارن که دنیای را به رسمیت بشناسه. حتی در بیانیه مولوی هیبت الله ممیال شنیدم 45 دقیقه زیره، حتی قسم برداشت میشه که تنها افغانستان کشور اسلامی است و حتی گفت که دنیا باید از افغانستان احکام اسلامی را بشنوه.
یعنی به قسمی که گفته دیده میشه تنها دولت طالبان در دنیا علمبردار شریعت است، کسی دیگه را این برسمت نمیشناسه و موازی در سخن دنیا را تقسیم کردن به دنیای کفر و دنیای اسلام و ایران تأکید کرد ملاحظه بطلا که مقابله بین او چیزی که او اسلام و شریعت میگه و دنیای که ما شما او را میشناسیم به نام دنیای متمدن این تا قیامت ادامه خود باشد. این گفت و همچنان او تکرار کرد که هرگز مساهمت این مورد نمی کنه و همچنان گفت که ما تا حال حدود و اعدام یاره که خدا برای یعنی عدالت خداوندی لازم است متعال اجرا نکردیم. اجازه بدید اینجا یک بحث دیگرم مطرح کنم آقای خالدی. پس وقت این صحبت های امیر امارت اسلامی را میشنویم با آنچه که در دوحه میگذره کاملا در تضاد است، یعنی روایت درونی امارت اسلامی هم بر ساختار برنامه ریزی شده و مرحله به مرحله وجود نداره. یعنی امیر یک روایت را مطرح میکنه ولی وزیر خارجیش در دوحه روی مسائل دیگر مذاکره داره. وزیر خارجیش هم هیچ تعهدی نسپرده، هیچ چیزی نگفته که خلاف آنچه که امیرالمومنین گفته باشه ابراز کرده باشه. و در اونجا میره به دنیا میگه که ما مسئولیت های خود اجرا میکنیم، ما عدالت در اینجا عدالت اسلامی را اجرا میکنیم، ما هرچی که خداوند و شریعت برای مردم حق داده ما امر اجرا میکنیم، حق زنها را چیزی که در شریعت موجود است اجرا میکنیم. او بجز از این دیگه چیزی نمیگه. علی خاطر ما توقع بیجا نباید داشته باشیم. ممنون. دو ماه از محدودیت سفر وزیر خارجه امارت اسلامی مانده و اینا در حال رایزنی بسیار فشرده در همین ده ماهی هم که گذشت با جهان مخصوصا با غربی ها بودند ولی نتیجه تا اکنون برون نیامده و آنچه هم که رهبر امارت اسلامی در کابل مطرح کرد در تناقض با خواستی است که جامعه جهانی از امارت اسلامی داره. وضعیت را چگونه تحلیل میکنین؟ برایند این گفتمان بیرونی آقای متقی و صحبتهای امیر امارت اسلامی بر افغانستان چی میتونه باشه؟ محترم، ما توقع بیجا از مجلس همایی علمای دین داریم. این مجلس برای این نبود که خواستهای مردم افغانستان جواب بده. این یک لوی جرگه نبود که در او مردم افغانستان نمایندگی داشته باشد تا یک ساختار نظام سیاسی را برای مردم افغانستان تعیین کنه یا یک قانون اساسی را تصویب کنه یا خطوط یا خط مشی یک دولت تعیین چیز کنه سرش مهری تایید بدنه. اما اجازه بدین آقای خالدی، حضور 4500 ملا امام در این نشست و صدور او قطعنامه به نوع تلاشی بود برای کسب مشروعیت داخلی و مسلمان هم نشان دادن اینه امارت اسلامی حرفش همی بود. نخیر، برای طالبا در این جلسه هم گفتن، خود ملا هم حبیت الله هم گفت و مشروعیت خود از اینمی که قدرت بزرگ گرفتن بدون جنگ حاصل کردن به حساب خودشان. به حساب خودشان موضوع مشروعیت برزا حل است و گفتن که ما بدون جنگ در حال که امریکایی موجود بود ما در قدرت گرفتیم، بنابراین مشروعیت ما داریم از طرف مردم بر ما داده شده. به نظر خود از ما مشروعیت دارن، در حال که از نظر مردم افغانستان یا مشروعیت ندارن. مردم افغانستان باید در یک لوی جرگه در افغانستان موضوع ریفراندوم اصلا در تاریخ وجود نداشته. ما این مطرح کردن ریفراندوم در افغانستان یک تقاضای بیجا است، یک تقاضایی است که ما نباید در کشور مطرح کنیم. در افغانستان انستیتوشنی که وجود داره لوی جرگه است. مردم افغانستان باید در یک لوی جرگه از تمام اقوام و اصناف و اقشار و مذاهب و زبانها قسمی که در 100 سال گذشته. اما آقای خالدی، در مورد جرگه آنچه که ما حداقل از 100 سال گذشته تجربه داریم و برداشت‌های عمومی در جامعه افغانستان هم است که جرگه ها هم بسیار سلیقه‌ای تصمیم گرفتن مخصوصا در 20 سال گذشته و این نشست هم اگر نمادی از جرگه باشه خوب سلیقه‌ای برخورد کرده. نه درست نیست.
ما لجنه‌ها در افغانستان بسیار کارهای خوب انجام داده. به طور مثال قانون اساسی 2004 لجنه تصویب کرد. عرض میکنم که درست است که در لجنه‌ها با زعما رهبرها کوشش کردند که با منافع خود بجفن، اما ما در چند مورد دیدیم که لجنه‌ها بر ضد آن چی که در این وقت میخواسته عمل کردند. به طور مثال حامد کرزی لجنه‌ها را خواست تا پیمان امنیتی با امریکا را رد کنه، اما لجنه خلاف تقاضای حامد کرزی این معاهده امنیتی را تایید کرد. این خودش نشان میده که در مواردی که خواسته باشه مردم افغانستان میتونن نظر خود ابراز کنن، اراده خود ابراز کنن بر ضد تقاضای ذیم وقت. ما منظور میگه چی است؟ منظور میگه که ما از این جرگه ملایا را خواسته بودن، این در حقیقت اگر ما طالبا را به شکل یک حزب سیاسی در نظر بگیریم که هستن یک حزب سیاسی و این در حقیقت مجموعه عمومیشان بود، یا تمام سخنهایی را که حیبت الله گفت و دیگر را گفت داری مخصوص حیبت الله، این مشکلات داخلی خود مطرح کرد، از اعضای حکومت خود خواست که چی باید کنن چی باید نکنن، از نفرای خود خواست چی باید، این هیچ ارتباط نگرفت که مردم افغانستان چی میخواین و مسئولیت های وظایف دولت در مقابل مردم افغانستان چیست، این نگفت مسائل. فقط تمام هدف این جرگه ای بود که بین خود اختلافات داخلی خود حل کنن. حتی در این بیانیه خود علمای کرام که در پشت تریبون های مصاحبه های مانند که شما دایر کرده معین و در اونجا به اصطلاح به نصیحت میکنن به امارت اسلامی، او را منع کرد که شما این کار را نکنید، گفت شما حق نداریم که برین در پشت تریبون ها و رسانه ها به من نصیحت کنید، این را منع کرد. و تمام هدف امی بود که برای اعضای خود طالبا بگویم که چه قسم شما رفتار کنید. حتی گفت که ما از ملاها را در تمام محاکم، ادارات، ولایات، وزارتخانه ها، ولسوالی ها مقرر خواهم میکنم و یا مسئولیت دارن که وظایف دولتی خود در اونجا انجام بتن و ما اجرایش میکنم. یعنی این نشان داد که هنوز هم به نظر از او کافی ملاها در ادارات شامل نشده، یعنی باید بیشتر ملاها در ادارات و محاکم یا شامل شود، سهم دیگه مردم ایش در نظر نگرفت، مثل که ایچ وجود ندارد. و دیگه ای که در این حال این بحث که این جلسه داخلی اگر این به خاطر این نشده بود دایر که به جامعه جهانی بگن که ما برای کسب مشروعیت خود از مردم افغانستان جلسه را دایر کردیم، هرگز این کار را اعلان نکردن، این نه گفتن و نه ابراز داشتن که به خاطر این که ما بر دنیا نشان بدیم که ما کسب مشروعیت خود مردم. اما وقت آقای خالدی وقت در یک بند از قطعنامه از جامعه جهانی خواسته میشه که حکومت امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه، خوبی موازه نشان میده که مراجعه به جهان است با این نشست. نه خیلی خود تو واضح دیگه، طبعا طالبان میخواهند کل دنیا را میگن که ما را به رسمیت بشناسیم، اما این جلسه به خاطر از این نبود، این جلسه اصلا بحث نشده که بجاز چند بیانیه کدام در کدام کمیسیون ها در اینجا دایر شد که این مثلا مورد مباحثه قرار گرفته باشه. آیا ما شنیدیم که کدام کمیسیون های خاص بر روابط خارجی، معارف یا مثلا ارتباطات عامه، مسائل شرعی کمیسیون مختلف دایر شده باشه و بحث کرده باشن و نتیجه شارده باشن و تصویب شده باشن؟ نخیر، چند نفر بیانیه داد و یک سه صفحه هم یک اعلامی را قبلا تهیه کرده بودن بالای مردم تصویب کردن و نشر کردن و ای اصلا خودشون تقاضا نگفتن که ایره ما دایر کردیم که از دنیا نشان بدیم که ما اینه با مشروعیت خود مردم میگیریم. نه خیر، اینو نگفتن، گفتن این جلسه علمای دین است که طالبان میخواین با اون مشوره کنن و در حقیقت از بیانیه‌ای که از بیانیه ملا حیبت الله معلوم شد که او امی تمام مشکلاتی را که در 11 ماه اداره امارات اسلامی با او مواجه بوده ایره برشان گوشزد کرد
و از او خواست که چه قسم رفتار کنن و گفت شریعت باید خودتان تطبیق کنید، سر جان سر خودتان باید تطبیق کنید. و این فقط موضوع داخلی طالبا بود. خالدی، در مورد راه حل ها باید صحبت شود، در مورد این که خب اون مذاکراتی که همیشه با غربی ها در گوشه و کنار ادامه داشته یا با کشورهای منطقه ادامه داشته گریه از مشکل افغانستان حل نکرده و اتفاقا در 11 ماه یا 10 ماهی که از حاکمیت امارت اسلامی گذشته وضعیت بشری در افغانستان به شدت بحرانی شده. برای مدیریت این وضعیت چه کار باید برای گونه آنی انجام شود که وضعیت را در افغانستان بهتر بکنه؟ محترم، ما در خارج از افغانستان چندین میلیون افغان زندگی میکنه، بیش از 8-9 میلیون افغان در خارج از افغانستان زندگی میکنه. ما با گروه های مختلف هر روزه در تماس هستیم. ما امروز صبح 4 صبح هستیم، برای 3 ساعت از طریق زوم با یک تعداد از امی افغان های با درد خود در از 4 گوشی دنیا صحبت میکردیم در این مسائلی که امی آقا تعالی صحبت میکرد. ما باید واقعی بین باشیم. ما مشکل ما چیست؟ مشکل ما ایست که ما یک دولت متعصب در افغانستان فعلا در قدرت داریم که این با مجموعی که ما او را تمدن جهانی میگیم هیچ سازگاری نداره و او را قبول نداره. ما این طالب به شکل که اصل باید ما بشناسیم و معامله کنیم. ما از طالب نمیتونیم توقع داشته باشیم که به ایسی یک دموکرات جفرسونی مبدل شود. ما چیز را که امکان داره باید متوقع باشیم. چی چیز امکان داره؟ طالب از در افغانستان زندگی میکنه و اصولی که در افغانستان تطبیق شده در گذشته، عناناتی که موجود بوده، تاریخ سیاسی افغانستان قسمی که رقم خورده، این برای ما مهم است. ما پدیده هایی را که مده غرب است، من میفهم که رفرندوم چی است. این آقایی که در کابلش در رفرندوم در حیات خود ندیده، ما در کشور غربی همه ساله رفرندوم میبینیم و همه اشتراک میکنیم. ولی ما این یک ضرب المثل است در افغانستان که میگن که یک کسی را در قضیه را نمیداد، او میگفت که میاسف مرا در خانه ملک بسته کن. ما در طالب میخواییم که تو ریفراندوم کو، او در ریفراندوم کنم سوال مطرح کنه. ریفراندوم که یک سوال میباشه، یک سوال میباشه. مثلا استرالیا ریفراندوم داشت که یا شاهی میخواییم یا امی جمهوریت، یا مردم شاهی را قبول میکرد که شاهی فعلا از حکومت انگلستانه، یا است که جمهوریت. مردم گفتن نه، ما هم شاهی را قبول داریم. شما در رفراندوم یک سوال مطرح میکنیم، او سوال چی خود بود آقای محترم؟ از این که مردم فردا همین طالب دولت طالبا بر شما بگن که من قبول کردم که رفراندوم میکنم در افغانستان، اما سوال شما چی خود بود؟ آیا سوال است که آیا حکومت اسلامی را قبول میکنید یا حکومت جمهوری را؟ همین سوال میخواییم کنید؟ شما باید واقعی ببانشین. در افغانستان مردم اراده سیاسی اینستیتوشنش در شرایطی که قانون وجود نداره، قانون اساسی وجود نداره، لوی جرگه است و در گذشته ها بوده و امروز هم ده. و لوی جرگه تمام مردم ها. شما در لوی جرگه 2004 تمام اقوام هزاره های ما اشتراک داشت، تاجیک های ما اشتراک داشت، ازبک ها اشتراک داشت، ترکمن ها اشتراک داشت، پشتون ها اشتراک داشت. همانشان در دولت بعدی هم سهیم بودن، از آقای محقق گرفته تا آقای دوستم گرفته تا آقای حزب جمعیتی که از شورای نظار، همهشان شامل بودن. یک آدم به عنوان سمبول آورده بودن به نام کرزی در راست پشتون نشانده بودن. ولی امیر کی قبول کرد؟ اینمی دولت اینمی قانون اساسی رو همین لایجه که تصویب کرد و قانون اساسی خوب بود، قانونی بسیار عالی بود، بسیاری از دنیا جوره نداشت. ای که
چرا یک تعداد کسای ما به دموکراسی عقیده ندارند این مملکت و این را به مردار لیکشیدن، نتایج دموکراسی را قبول نکردن، نتایج انتخابات را قبول نکردن، این را بلجن کشیدن و خود ما امریکایی که دموکراسی را آورده بودن به دموکراسی عقیده نداشتن، در انتخابات 2009 بر ضد کرده امریکا خودش عمل کرد. ممنون آقای خالدی، بسیار کوتا چون در جنبندی قرار داریم، پس چه کار باید صورت بگیره؟ عرضم ایست که ما باید واقعبین باشیم، ما باید از طالبان چیزی رو بخواهیم که عملی است در افغانستان. چی فعلا در شرایط حکومت طالبان چی عملی است که ما بگیریم چه کوبرا را؟ امی لوی جرگه خو یک انانی پشتون هاست، این را خطور قبول کو کت ما عملی یک انانی پشتون هاست که به علنی ملی تمام افغان ها مبدل شده در 100 سال گذشته. تو خواهی میری که ما قبول کنم که بیشی نظر مردم ها بشنو، مردم به افغانستان چیز کنن، ارادی خواهی نشان بتن در قسمت دولت آینده و سهمگیری مردم در دولت.